و سلام، من آسو فتویی هستم و در این برنامه به همراه امان کفا از رهبری حزب حکمتیست خط رسمی به رویدادهای عراق، دورنما و نقش کشورهای منطقه میپردازیم. بعد از افتضاحی که آمریکا و ناتو تو افغانستان به بار آوردن، حالا قراره به اسم عراق در اومده و نوبت سناریوی پیش روی عراق هستش. گفتم که توی ادامه تحولات منطقه، چند روز پیش ما شاهد نشست سران کشورهای منطقه تو عراق بودیم که در این نشست با موضوعیت مشارکت و همکاری این کشورها برگزار شد. من خیلی سریع اشاره کنم به بازیگردانان این نشست، از جمله عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، تمیم بن حمد الثانی امیر قطر، ملک عبدالله دوم پادشاه اردن، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران و فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان، مولود چاوشغلو هم وزیر خارجه ترکیه، صباح خالد الصباح هم نخست وزیر کویت شرکت داشتند و هر کدوم روی مهمترین مسئله‌ای که مد نظرشون بوده تاکید گذاشتن. تو این نشست برهم صالح رئیس جمهوری عراق برای پارچگی عراق و حاکمیت ملی تاکید کرده و الکاظمی نخست وزیر عراق هم مدعی شده که عراق اجازه تبدیل خاک خودشو به میدون نزاع‌های منطقه‌ای و بین‌المللی رو نمیده و همزمان تهدیدی برای هیچ کشوری هم نخواهد بود. امان کفا، اجازه بدید با این بند بحث نشست رو به قول معروف شروع کنیم و پیش ببریم. شما فکر میکنید نگرانی های عراق از بیان تأکید بر تبدیل نشدن عراق به میدون نزاع منطقه‌ای از چه سر هست و چه مسئله ضرورت این نشست رو ایجاد کرده؟ ببینید، همونجور که شما اشاره کردید، اوضاع متفاوتیه امروز نسبت به گذشته. تا اونجایی که به عراق مرکز نزاع‌های منطقه‌ای و بین‌المللی باشه، این اتفاق مدت ها افتاده. اینی که عراق شده مرکزی که نیروهای متعددی از نیروهای نیابتی گرفته تا نیروهای منطقه‌ای هر کدوم دارن سعی میکنن و به نحوی و به شکلی ابراز وجود کنن و سعی کنن یه موقعیت بهتری پیدا کنن، میگم سال هاست که در جریانه. مردم عراق قربانی شدن بعد از اینکه اون چیزی که به اسم نظم نوین بود و بعد از اون با افول قدرت آمریکا به طور کلی و پاسخ نگرفتن نیازهایی که قرار بود آمریکا از طریق وجود نیروی نظامی خودش تو سراسر دنیا تعیین بکنه به اسم ژاندارم کلی دنیا و مشخصا در این منطقه ژاندارم منطقه، شکست این سیاست ها به طور کلی اوضاع عوض کرد و عراق شد مرکز نیروهای متعددی از، میگم، چه بین‌المللی شده نظر بگیرید از اروپا و آمریکا و بقیه و چه از زاویه نیروهای منطقه‌ای در نظر بگیرید و قطبهایی مثل ایران و عربستان و ترکیه، یعنی هر کدومشون به شکل‌هایی سعی کردن که درجه نفوذ خودشون رو بالاتر ببرن، هر کدوم هم یه سیاست معینی داشتن. ولی اون چی که فکر میکنم در متن کل اتفاق امروز مهم هستش، میشه سر اون جنبش جداگانه صحبت کرد، ولی چرا امروز این مسئله مطرح شده؟ به علت اتفاقی است که در افغانستان افتاد و این اتفاقی که در افغانستان افتاد و حکومت طالبان، فکر کنم اون نکته اصلی است. صحبت از این نیستش که فرض کنه یک نیروی مثل طالبان بیاد تو عراق سر کار یا حتی لیبی به این اعتبار. صحبت بر سر اینه که شرایط امروز و موقعیت ها و تقابل های جهانی شکل شمایلی که به خودشون گرفتن متفاوت نسبت به قبل. اجازه بدید من یکم در این مورد توضیح بدم. تا اونجایی که به یه دوره برمیگشتیم بودش که آمریکا حرف اول و آخر رو میزد، اون دوره مدت هاست به پایان رسید تو دنیای چند قطبی. امروز شما نیروهای متعددی رو دارین که دارن تو منطقه سعی میکنن راههای خودشون رو جلو ببرن. چین راه خودش رو داره جلو میبره با اون قرار پنج ماده ای که صادر کرد در رابطه با به خصوص کشورهای خاورمیانه و مسافراتی که
از طرف مقامات چینی به کشورهای متعدد من جمله عراق هم شد، تاکید بر این بودش که بذاریم اوضاع به شکل دیگه و به رسمیت بشناسیم تغییری که در دنیا هستش و چین اون سیاست رو داره میبره جلو که دست نزنه به حکومت ها و سعی کنه با اونا کار بکنه و احتمالا شرایط دیگه که برای خودش مورد قبول هست به خصوص در رابطه با خط ابریشم میشه به جلو ببره. این سیاستی که چین داره، سیاست روسیه بعد از اتفاقاتی که در به دنبال داعش و تو خود سوریه اتفاق افتاد جایگاه خودش رو پیدا کرد. اروپا که از طریق مشخصا از طریق فرانسه داره به میزان زیادی چه در لبنان و چه در عراق داره سعی میکنه با آلترناتیو هایی به که سر اروپا به قول معروف بی کلا نمونه، همه اینا این نزاعات داره انجام میشه و تو این پروسه انجام شده. اون اصل مطلب نیست. اصل مطلب اینجاست که اومدن سر کار طالبان در افغانستان نشونگر یه شرایطی بود که توی این شرایط توی هر کدوم از این کشورها من جمله عراق، جاهایی که انواع اقسام شرایط قبیله‌ای و قومی حضور دارن، یکی دیگهش میگم لیبیه، صحبت بر سر اینه که امکان به قدرت رسیدن هر نیروی ارتجایی از طریقی که بتونن بندوبست بکنن، حالا چه شکل طالبان از بالا و یا به چه شکل بگن به قول خودشون مشارکت در قدرت، این اوضاع موقعیت همه این کشورها رو عوض کرده. بازیکنان اصلی مثل پانعربیسم، بازیکنان اصلی مثل فرض کنید ایران و غیره، اینا جای خودشون رو دارن و حتی ترکیه، ولی مسئله بر سر اینه که نیروهای ارتجایی دیدن که خب یه راه دیگه هم هست، میتونن اون نیروها هم خودشون به یه جایی برسن و اون امکان و به قدرت رسیدن میگم طالبان توی افغانستان این امکان رو باز کرده که خب بالاخره این نیروهای ارتجاع هم خودشون میتونن به یه جایی برسن و میتونه کشور عراق هم دوباره مثل افغانستان نباشه، خاطر اینکه طالبان میگن بیاد سر کار، ولی یه نیروی ارتجاعی در همون شکل بخواد بیاد سر کار، این فرجه رو باز میبینه برای خودش و توی این شرایط هستش که گرچه از طرف عراق گفته میشه که نمیخوان جنگ‌های نیابتی و غیره بشه، به طور واقعی صحبتشون بر سر این نوعای ارتجاعی هستش که میتونه به کار برسه و هر کدومشون هم طبیعتاً دستشون به یه جایی بنده و اینجاست که اعلام خطر رو داره میکنه و این اعلام خطر به نظر من واقعیه و این اعلام خطر مسئله هستش که امروز گریبان مردم عراق رو گرفته. با این تفاصیلی که شما اشاره داشتین سوالی میشه که چه مشارکت و همکاری و تو چه زمینه هایی قرار این مشارکت صورت بگیره؟ ما قبلتر نقش ناتو و در رأس اون آمریکا رو تو عراق داشتیم، اما با کنار رفتن آمریکا امروز حضور اروپا رو میبینیم. ماجرا از چه قراره؟ و همچنین در مورد افغانستان دیدیم که چندین سال مذاکره و نقشه کشیدن تا این سناریویی که امروز شاهدیم رو پیاده کنند، ولی علی‌رغم حالا ادعاهای تبلیغی طرفین سر این نشست به معنی که میگن بازگشت ثبات و آرامش به عراق است و اینا، اما اگه به موضع‌گیری‌های مختلف این نشست نگاه کنیم اوضاع بسیار پیچیده‌تری رو خواهیم دید که هر کدوم از طرفین ماجرا در حال به قول معروف پیگیری منافع و تثبیت سهم خودشون تو عراق هستن. من به اختصار فقط اگه اجازه بدید به شالوده بحث هر کدوم از این قدرت‌ها اشاره کنم و اونم این که مثلا فرانسه گفته صرف نظر از تصمیم آمریکا برای خروج از عراق، اما اونا تو عراق میمونن، که این مسئله رو تحت لوای به قول معروف یا تحت اسم رمز نبرد با به اصطلاح تروریسم فرموله کرده، همونطور که به قول معروف گفتیم 25 سال در افغانستان هم با این شعار جنگ و جنگ با تروریسم و اینا فلاکت رو سر مردم افغانستان تحمیل کردن و آخر سرم همون تروریسته رو مورد نظرشون بود به قدرت نشوندن. مصر اعلام میکنه که با تعرض و دخالت‌های خارجی تو امور عراق مخالفه، که تو این مسئله منظورش در مورد ایران و نفوذش و نیروهای حشد شعبی هستش، نه حتی اروپا و غرب. اردن مثلا مدعیه که حمایت از عراق و تقابل با افرادگرایی و بازسازی قدرت در عراق اولویت اون است، که اینجا میگم معلومه خطاب کدوم نیروی تندرو تو عراق که به یه بخشی هم وصلن، به یه قدرتی وصلن تو منطقه. قطر خواهان تقویت و تسلیح عراق در برابر کشور منطقه است و همچنین خواسته
جامعه بین‌المللی از تحکیم نهادهای حکومتی نظامی و امنیتی عراق حمایت کنند. موضع ایران این بوده که نیروهای نظامی بیگانه از عراق خارج بشن، که طبیعتاً منظورشون خود ایران و نقشش تو عراق نیست، منظورش نیروهای غربه. کویت هشدار داده که مادامی که عراق از ثبات برخوردار نباشه، منطقه روی به قول ما ثبات رو به خودش نمیبینه. ترکیه اعلام میکنه که حضور گروه PKK رو در خاک عراق غیر قابل قبول میدونه و اون رو تهدیدی برای حتی ثبات عراق اسم برده. عربستان برمیگرده میگه در جهت هماهنگی با عراق برای مبارزه با افرادگرایی و کنترل سلاح‌های بی‌ضابطه که به قول من تو سطح وسیع مثلا دست هشت و شعبی و این نیرو هستن و همچنین از صلح و گفتگو حمایت میکنه. به قول من بر این اساس من دو تا سوال مرتبط به هم رو اینطور بگم که اول اینکه آیا واقعا یک نشست با این سطح از به قول من منافع بخشن زد و بخشن همخط کشورهای منطقه و دخیل در امر عراق چقدر میتونه توی بر آینده عراق نقش بازی کنه، و دوم اینکه آیا ما جایگزینی نقش و دخالت اروپا رو به جای آمریکا در مورد عراق باش روبرو هستیم؟ ببینید، من فکر کنم دو تا موضوع باید از هم جدا کرد. یه موضوع این نشسته و یه موضوع و یه مسئله اصلی این که چه اتفاقی داره میفته. اگر که دو تا رو از هم جدا کنیم یکم راحت‌تر میشه پاسخ این سوال شما رو داد. در رابطه با بخش که ما داریم سر این روندها و تغییرات داریم صحبت میکنیم تو منطقه، ببینید اینا فاکتورهای اصلی هستن. سیاست ژاندارمی و نیروی نظامی وسیع بردن شکست خورده، اینا همه دیدن. یه علت افول آمریکا در سطح بین‌المللی هم در همین رابطه است، به خاطر اینکه اون سیاستی که حول نیروی نظامی و فرم ارتشی و فرم بردن یه نیروی وسیع نظامی به یه منطقه میتونست جواب بده، اون دوره دیگه نشون داده جوابگو نیست. این تموم شد اون دوره. برای همین این موقعیت آمریکا تو منطقه متفاوته، اون نه فقط در منطقه خاورمیانه بلکه در کل دنیا. نکته دوم بر اساس اون اتفاقاتی است که میگم تا حالا افتاده بوده. اروپا همیشه در کنار آمریکا به شکل ناتو و عملا زیر نظر اون کار میکرد. تو دنیای چند قطبی امروز به خصوص با این تغییراتی که ما داریم میبینیم، اروپا میخواد که یه موقعیتی برای خودش بتونه تثبیت کنه و فرانسه اینجا نقشه به نظر من درجه بالاتری رو داره که داره سعی میکنه که یه راه حلی پیدا کنه. راه حل های تا حالای اروپا هم جواب نداده. نمونهش سفر مکرون بود به لبنان و سعی کرده که اونجا یه کاری بکنه، اونم جواب نداده. مسئله که امروز هست اینه که هیچ کدوم از این نیروها در موقعیت قبلیشون نیستن. ما در موقعیت 40 سال و 30 سال قبل یا حتی 20 سال قبل نیستیم. هر کدوم این نیروها و قطبای امپریالیستی از چین و آمریکا و اروپا، هر کدوم اینا رو در نظر بگیرید، دارن سعی میکنن بیشترین درجه نفوذ و امکان برای خودشون فراهم کنن. دوباره یه لحظه بزنیم برگردیم به تجربه افغانستان و ببینیم اونجا چجوری نگاه میکنن. در افغانستان اتفاقی که افتاد این بودش که به محض اینی که نیروهاشون و تماساشون رو گرفتن و آمریکا اعلام کرد که ما نیروهامون رو بیرون خواهیم کشید و از قبلش در مذاکرات که در دوحه و غیره کرده بودن و گفته بودن طالبان میتونه برگرده، کاری ندارم به چه شکل و به چه شمایلی گفته بودن یا چه مدت زمانی گذاشته بودن. یک مسئله واقعیت داشت اونجا، طالبان آمریکا رو نظر نظامی شکست نداد. ما مشخصا با شکست آمریکا نظر نظامی، فرض کنید شبیه اون چیزی که تو ویتنام اتفاق افتاد، مواجه نبودیم. این شکست عمومی سیاست بود، ما با این مواجه شدیم. اون سیاست شکست خوردنش به یه درجه زیادی خلأ به وجود آورده و رفتن غنی که اون خلأ کاملا در مقابل همه قرار داد، همه دیدن یه خلأ است و اون خلأ طالبان پر کرد، به فوریت هم پر کرد. صحبت بر سر اینه که پاسخی از طرف نیروهایی که سنتاً پاسخگو بودن، فرض کنیم مثل امریکا، در منطقه وجود نداره. هیچ مدلی و راه حلی که بهبودی رو و امکان شرایط اون چی که خودشون بهش میگن ثبات رو به وجود بیاره وجود نداره. و توی یک همچین شرایطی فرم و شکل‌های و نوعای روابط سابق جواب نداده.
یه لحظه دوباره یکم دیگه به از زاویه دوباره تو همون منطقه نگاه کنیم، به محض اینکه یه امکانی باز میشه و یه خلایی باز میشه، مثلا در مورد سوریه که اون فضاحت رو به بار آوردن، شما نگاه میکنین نیروهای داعش هستن که معلوم بود پشتیبانیشون از طرف عربستان، معلوم بود پشتیبانیشون از طرف ترکیه و غیره، اینا میدیدیم. اینجا تمام اون جنبش‌های اصلی و اون نیروهای اصلی که قبلا نقش تعیین کننده داشتن، دیگه اون شکل تعیین کننده قبلیشون رو از نظر نیروهای جهانی، منظور امپریالیسم جهانی، دیگه ندارن. به خاطر همین این باید پاسخهای دیگه ای رو پیدا کرد و اون پاسخهای دیگه قراره که یک جواب و یک مسئله رو حل بکنه و اونم اینه چگونه میشه شرایط متفاوتی رو در آورد و به این اوضاع امروز پایان داد، بدون که کوچکترین امکانی و بدون که کوچکترین فرجه‌ای برای بخش وسیعی از مردم معترض و بخش معین اعتراضی که سمت و سوی چپ داره و سمت و سوی قبول نکردن هر آنچه که دارن براشون اعمال میکنن داره، اونو باید انجام دادن. ببینید توی عراق تصمیم گرفتن یک دولت و یک حکومتی رو بیانن سر کار بعد از جنگ عراق مشخصن، که معلومه که قرار نخست وزیرش کجا باشه، رئیس جمهورش کجا باشه، سهمیه قدرت ها چجوری باشه، شبیه اون حالت که تو لبنان بود، به یه نتیجه رسوندن و اون دولت رو بردن سر کار. امروز معلوم شده که اون دولت و اون شکل کار نه تنها از طرف مردم قابل قبول نیست، نه تنها از طرف هر کسی که میگه بابا من توی دنیا امروز لااقل میخوام فکر کنم که خب من اگه میخوام به یه رئیس جمهور رأی بدم، به یه رئیس جمهور رأی میدم، حتی در این سطحش. چرا باید رئیس جمهورم حتما مثلا فرض کنید از فلان بخش باشه و قبول نمیکنه اون قواعد بازی رو؟ شما این اعتراض از پایین دارین و در این حال اون نیروهایی رو که تو قدرت هم آوردن نه توان پاسخگویی به این اعتراضات پایین رو دارن و نه میتونن با همدیگه به همون شکل سابق و به همون فرم و مدل های سابق همکاری کنن و بتونن حکومت رو نگه دارن. توی یک همچین بلبشویی خب پاسخ جدید میخواد و این پاسخ جدید اینجوری نیستش که امریکا بتونه به تنهایی بیاره، چین بتونه به تنهایی بیاره یا اروپا بتونه. باید دوباره یک صحبتی بشه سر این که چگونه میشه اینجا رو به یه نتیجه رسوند بدون اینکه تقسیم جهانی که کردن رو بتونن کاملا به هم بریزن. ما توی یک همچین شرایطی هستیم. توی این شرایط اومده یه جلسه ای برگزار شده، کنفرانسی برگزار شده که تمام سران این نیروها رو آوردن و اون سران این دفعه دیگه نمیتونن برن خودشون بشینن با هم دیگه، سران جهانی بشینن با هم دیگه حرف بزنن و بعد بیان یه چیزی رو اعمال کنن. مجبورن نیروهایی که تو منطقه درجه نفوذ دارن هم اونها رو هم دخیل کنن و بتونن به یه نتیجه برسن که بشه اجرا بشه. نمیشه فرض کنید آمریکا و چین و روسیه و غیره بشینن با هم دیگه، اروپا بشینن با هم دیگه مذاکره کنن و بگن ما این تصمیم گرفتیم برای اروپا، برای فرض کنید عراق و اینا اعمال میکنیم. این پروسه تموم شده، این دوره گذشته. برای همین نیازمند هستن که اینا رو بیان. کنفرانسی که گذاشتن قرار بود امکان شرایط و بررسی شرایط رو بده و بتونن همدیگه رو بسنجن. این اول معرفی نه اولین کنفرانسه و مسلما نه آخرین کنفرانس. این قرار بود کنفرانسی باشه برای اینکه بتونن همدیگه رو بسنجن، ببینن چه کارایی میشه کرد. اظهار نظرها بود. در عین حال در کنار این کنفرانس بحث بر سر این نبود که آیا فرض کنید آمریکا بره اروپا جاشو بیاره یا فرض کنید آمریکا بره چین جاشو بیاره. بس بر سر این نبود، بس بر سر این بودش که ببینن چگونه میتونن به یه نتیجه مورد قبول برسن که بتونن این نتیجه مورد قبول رو تصویب کنن بین هم دیگه. و در کنار این فاکتورها و مسائل متعدد دیگری هستن که باید حل میشدن. یکی از مسائل فرض کنید مسئله رقابت های منطقه در رابطه با مسئله یمنه، یکی دیگه در رابطه با انتظارات و تصمیم هایی است که ترکیه داره میگیره. فراموش نکنید حتی در افغانستان ترکیه گفته بود بنیم ما فرودگاه رو نگهداریم و به نتیجه نرسید. اینجا بهانه پکاکا از طرف ترکیه است. اینا باید به یه نتیجه برسن، به یه امکانی برسن و به یه راه حلی برسن که مورد قبول همه باشه و این به این راحتی قابل دسترس نیست. همونجوری که در افغانستان نشون داد که مشارکت عمومی به اون راحتی قابل دسترس، همه این نیروها احساس قدرت میکنن و امتیاز بیشتر میخوان. در نتیجه توی این کنفرانس، در کنار کنفرانس، مسائل متعدد دیگه در این حال انجام گرفت. برای نمونه یکی از مسائلی که شاید جالب باشه اینجا نگاه کنید، ببینید سوریه توش نبود و توی این پروسه دارن یک سری مسائل دیگر هم حل میکنن. این کنفرانس به تنهایی قادر به جوابگویی به کل داستان نیست، به خاطر اینکه یه اعتراضی از پایین وجود داره و مشخصا در عراق که فرم حکومتی امروز قبول نمیکنه
و این فرم تقسیم بندی رو قبول نمیکنه. خب پاسخ چیست؟ آیا میشه فرم تقسیم بندی دیگری بهشون تحمیل کرد؟ فکر میکنم از الان دارن میگن این فرم امکان پذیر نیست. دو، آیا به این نیروها باید امکان بدن که هر کدومشون بیان شانسشون امتحان کنن؟ که فکر میکنم مقتدی صدر هم واسه همین داره میگه من میام و شانسم امتحان میکنم، که این کاملا بر اساس تجربه ایست که در افغانستان ما دیدیم و انتظار این که نیروها بتونن قدرت بیشتری برای خودشون پیدا کنن. جنرال زمانی که بحث مقتدی صدر رو اعلام کردیم، یکی از برحال اون یکی از مدعیان تو عراق بوده جریان صدر، که تا امروز تلاش داشته وانمود کنه به قول معروف کنار مردم و در صفوف اپوزیسیون دولت قرار داره. حال برحال به این موضوع در مورد اینکه در قبال ایران چه موضع گیری داره هم برمیگرده، اما تو ادامه این تحولات تو عراق عقب نشینی جریان صدر از تحریم انتخابات عراق رو شاهد بودیم و رسما هم پیمانیش رو با به عنوان ساختار حکومت و قدرت چه امروز چه آینده عراق و خواست منشور اصلاح طلبی و تلاش در چارچوب پارلمان رو اعلام کرده. آیا این لابی برای تضعیف موقعیت ایرانه یا به قول معروف دست بالا داشتن اروپا و متحدانش داره صورت میگیره؟ من فکر نمی کنم که به طور واقعی هیچ کدومشه. فکر کنم اوضاع متفاوته. توی اون بخش من سعی کردم اینو توضیح بدم. ببینید، ما با اوضاع متفاوتی تو منطقه مواجه هستیم. اون بخشی که اون دولتی و اون حکومتی که سر کار گذاشته بودن با اون شکل تقسیم بندی رو اپایین قبول نکردن و این مورد اعتراضه و مرتب داره این اعتراضات گسترش پیدا میکنه و دامن کل حکومت رو گرفته و حکومت نمیتونه در موردش کاری بکنه. دو، نیروهایی که توی این حکومت ها سهیم شدن هر کدومشون سهم بیشتری میخوان، در نتیجه اینا هم هیچ کدومشون رو قبول ندارن. برای همین این اعتراض و گفتنه که این حکومت جواب نمیده و هر نیرویی که در اینجا داره اعتراض میکنه به طور واقعی در کنار مردم نیست. تمام اینا سهمخواهی بیشتری از حکومت میخواستن، نه مقتدی صدر در کنار مردم بود نه نیروهای دیگه، هیچ کدومشون در کنار مردم نیستن. ببینید، توی یه دونه فرجه خیلی کوچیکی امکانی به وجود میاد هشت شعبی رو برمیدارن میکنن بخشی از ارتش عراق. میخوام بگم هر کدوم این نیروها با یه شکلی عمل میکنن. من فکر نمیکنم هیچ کدومشون به خاطر یکی دیگه عمل میکنن، هیچ مقتدی صدر به خاطر ایران عمل نمیکنه یا برعکس. من فکر کنم این نیروها احساس دارن میکنن و این امکان و این فرجه رو دیدن که ارتجاد کل منطقه داره میبینه، که راه حلی هست. میشه آمریکا نیروی نظامیشو ببره بیرون، ما میتونیم نیروی نظامیشو نبره بیرون. به طور واقعی این بسته به وجود نیروی نظامی آمریکا نیست. اگه آمریکا نیروی نظامی هم اونجا نداشته باشه، که بخشی به نظرم از این پروسه است که مدت ها گفتم شروع شده و این شکست واقعی سیاسی آمریکاست و شکست سیاست نیروی نظامی قوی بردن هستش، خب همه این نیروها داعی قدرتن و همه این نیروها فکر می‌کنن سهم بیشتری میتونن ببرن. مسلما اینجا با هم زد و بند میکنن، مسلما هر کدوم سعی میکنن با یه دولتی رابطه بهتری بگیرن، تمام اینها هستش. ولی هر کدومشون امکان سهمخواهی بیشتر رو ممکن میدونن و به خاطر همین هر کدومشون دارن میگن اگر که امکان این سهمخواهی هست و این امکان سهمخواهی میتونه از طریق یا زد و بند بالا یا از طریق اون چی که خودشون میخوان بزنن، مشارکت از طریق دخالت دادن رأی و غیره بخوان بزنن، به هر صورت دارن به این نتیجه میرسن که نوع حکومت عوض بشه. من فکر کنم اومدن مقتدی صدر از حالت اپوزیسیون به پوزیسیون به میزان زیادی به دخالتش در این انتخابات و بقیه نیروها برای مشارکت تو این انتخابات بیشتر به این خاطری که فکر میکنن سهم‌خواهی بیشتری میتونن بگیرن و اون مدل قبلی شکست خورده. هر کدوم از این نیروها دارن سعی میکنن بیشترین امکان و بیشترین استفاده رو برای خودشون ببرن و کل این نیروها توی این پروسه یک هدف دارن و اونی که مردم رو از تصمیم گیری و دخالت و دخالت به طور واقعی آزاد و دخالت مستقیمشون جلوشون رو بگیرن. اگه هر گونه شکل انتخاباتی بزنن توی افغانستان مگه چیکار کنن؟ گفتم ما انتخابات میزنیم دیگه. کسی شک داشت که توی اون انتخابات قرار طالبان سهم گنده‌ای داشته باشن؟ که تو قراردادشون مثلا بود. برای همین اینجوری نبود که مردم تصمیم میگیرن و کار دیگه میکنن. صحبت بر سر شکلی دادن به اون که گویا مردم تصمیم گرفتن، ولی مسئله اصلی و موزل اصلی که ناکارآمدنی این شکل حکومت هایی که به خصوص میگم تو این دوره اخیر رو بردن سر کار و پایان این دوره
خودش به ارتجاعی که توی شکلهای متفاوت نظامی و غیره دارن سعی میکنن خط خودشون برن، امکانی داده، فرجه‌ای داده که بتونن مدعی بیشتری بشن و سهم بیشتری رو بخوان. این اتفاقی است که داره میفته و خود همین اتفاق به نظر من هشدارش برای و زنگ خطرش برای مردم همونه که دارن شکل بالا عوض میکنن. مردم چقدر شانس دارن، ما تقابل های جدی رو به وضعیت اقتصادی و معیشتی و رفاهی و آزادی های تو عراق که خود نمشاره کردیم بین کارگران نیروهای مترقی و جریانات مردمی با حاکمیت در این چند ساله اخیر شاهد بودیم. اعتراضات به سطح معیشت، رفاه و آزادی که در دوره حتی تحت اسم انقلاب اکتبر توی عراق معروف شد. شما تقابل مردم و به قول معروف رابطه محکومین با حاکمین رو در عراق چطور ارزیابی میکنید؟ آیا مردم در تقابل با لابی ها و بازی های حکام منطقه شانسی دارن؟ من فکر کنم این شانس بنا به چیز دیگری است و اونم به میزان و قدرت متشکل و نیروی طبقه‌ای و مردمی هستش که میخوان حکومت خودشون رو برای خودشون داشته باشن. این تقابل هنوز پایان نیافته. به نظر من همه نیروها شانس دارن، همه نیروها شانس دارن، از ارتجاعی ترینش تا مردمی ترین بخش هر کدوم از این نیروها میتونن شانس داشته باشن. صحبت بر سر اینه که چی اون ور داره میخواد، چیزی که این کنفرانس و چیزی که این جمعیت و چیزی که بورژوازی داره سعی میکنه بهش به نتیجه برسه، اینه که چگونه میتونه این تغییر رو و این شکل حکومتی رو عوض بکنه و تا چه حد همشون میتونن امکان قدرتیابی و امکان پیشروی مردم بگیرن. هر کدوم از این نیروهای ارتجایی، چه از هشت شبیش گرفته، چه مقتدر صدرش گرفته، چه هر کسی دیگه، هر کدوم از این نیروها هدف و نیروی هدف اولیه‌شون چه در استراتژی چه در تاکتیک، اینی که هر گونه تشکل و هر گونه اعتراض از پایین و جلوشو بگیرن و به همش بزنن. این همشون توی این مشترکن و صحبت از این کنفرانس و صحبت از اینا واقعا هم همینه، چگونه میتونن از بالا شکل و شمایل دیگری رو حاکم کنن و چگونه میتونن با هم دست جمعی جلوی هر گونه اعتراض مردم رو بگیرن. این کل اتفاقی است که داره میفته. خواست مردم چیه؟ مردم عراق تو تظاهرات و تو اعتراضات این مدت اخیرشون که بگذریم حتی چند سال اخیرش رو همشون نگاه کنیم، همشون شاکی از اون شرایطی است که بهشون حاکم شد از بعد از جنگ خلیج، حکومتایی که بر سرشون آوردن، این انواع اقسام فساد و انواع اقسام نیروهای ارتجایی که هر جای سعی میکنن ملوک و توقیفی یه جوری بتونن خودشونو صاحب بکنن، حاکم کردن فضای قومی توی عراق و چیزی که ما اخیرا بیشتر داریم میبینیم، این حاکم کردن فضای قومی بخشی از کاری است که این نیروهای ارتجایی دارن میکنن که جلوی هر گونه اعتراض عمومی رو بگیرن. و تو اینجا هم ما میبینیم اینان شبیه اتفاقاتی که میگم توی شاید به درجه تو افغانستان میدیدیم، تکیه بر نیروهای قومی، تکیه بر نیروهای نظامی مذهبی و غیر مذهبی خودشون، انواع اقسام نیروهای ارتجاع تاکید گذاشتن رو اینا و جاپا دادن به اینا، اون چیزی که این کنفرانس دنبال میکنه و مردم هم به همون اندازه پس زدن اینا، از بین بردن این تقسیم بندی های که برایشون حاکم کردن برای تفرقه بینشون، اینا هم بخشش ازش که مردم دارن علیهش مبارزه میکنن. مردم میخوان زندگی بهتر داشته باشن و مطمئنا این حکومتی که دارن میارن با این نیروهای ارتجایی اونو نمیتونن فراهم کنن و امکان پذیری اینو به مراتب کمتر از همیشهش کردن. فقط یه نکته اینجا باید به نظر من اشاره کرد و اونم اینه که مردم عراق توی این مبارزاتی که تا حالا داشتن تو همه جا نشون دادن یه چیزی رو، برخلاف تبلیغاتی که دارن میکنن، تقسیم بندی هایی که میکنن، کرد میکنن، نمیدونم یزیدی میکنن، عرب میکنن، سنی میکنن، شیعه میکنن، برخلاف تمام این شرایطی که دارن سعی میکنن برشون حاکم کنن، یک چیز رو گفتن و اونم اینه که ما میخوایم یه امکان و شرایطی رو فراهم کنیم که بتونیم در تصمیم گیری دخالت داشته باشیم و امر مستقیم دخالت مردم باشه و این نیروها و این نوع حکومت‌ها از بالا دارن جلوی اینو میگیرن. تقابل واقعی اینه، اون هشدار واقعی اینه که تا چه حد اینو رسمیت بهش میدن. یه حکومتی مثل همونجوری که میخوان طالبان رو رسمیت بدن، یه حکومت دیگر اینجا رسمیت بهش بدن و ارتجاع حاکم رو به رسمیت بشناسونن. این اون چیزیه که جامعه عراق داره علیش
وایساده و مخالفت میکنه و میگه که نیروی مردم میخواد خودش بتونه اورتنتی به خودش در بیاره. فکر میکنم تو این پروسه این پایان نیافته است. کنفرانس آینده عراق به اون سمت بگه البته به عنوان بخش آخر برنامه، فقط فکر میکنی این آینده عراق به چه سمتی میره و سناریوهای محتمل کدوم ها هستن؟ یه سناریویی که دارن الان سعی میکنن براش برنامه‌ریزی کنن، لااقل بخش وسیعی از اون نیروهای متعددی که دارن تو به اسم اون مشارکت میان اینی که بتونن اون ارتجاع ایجوری به قدرت برسونن، این یه بخشش. و نیروهای منطقه هم دارن سعی میکنن هر کدومشون از هر طریقی که میتونن قدرت بیشتری پیدا کنن، ولی فکر میکنم داستان مختومه نیست. فکر کنم به همون اندازه‌ای که دنیا در رابطه با افغانستان ابراز انزجارش کرد، فکر کنم به همون اندازه تو عراق هم هر گونه از بالای سر آوردن یه حکومت دیگه بر سر مردم، هر گونه تصویر اینی که شکلی از حکومت تقسیم بندی از بالا شده یک بار نشون داده که پاسخ نمیده، تا حالاش نداده تو عراق، فکر میکنم این بار هم نمیده. و فکر میکنم فضایی که امروز وجود داره تقابل دو تا نیرو، میگم یه نیروی هستش که سعی میکنه یه شکلی از ارتجاع حالا به هر شکلی شد بیاره سر کار، رسمیت بهش بده، قانونیت بهش بده و به همه جای دنیا معرفی کنه نماینده مردم، و یک جنبه دیگه‌اش مردمی هستن که این فضا و این شرایط نمیپذیرن. این تقابل کماکان ادامه داره، این تقابل افغانستان یه شکلی داره، عراق مثل افغانستان یه شکلای دیگه داره، شباهتایی هست ولی به مراتب جامعه‌های متفاوتی هستن. برای همین این شرایط به این راحتی قابل حل نیستش. من فکر کنم تا موقعی که مردمی نمیکنه پیدا نکنن که بتونن در تصمیم گیری گردوندن زندگی خودشون، سرنوشت خودشون دخالت مستقیم داشته باشن، این جدال کماکان ادامه داره و درجه پیشروی اینا هر کدومشون بستگی داره به اینکه تو این توازن کدومشون میتونه مهر خودش رو بیشتر بکوبه، و این هنوز به نظر من بازه و هنوز امکان دخالت تمام نیروها توش هست، هم هشداراش هست هم نقطه امیدهاش هست. با تشکر از شما امان کفا، بینندگان عزیز رادیو نینا، به پایان این برنامه رسیدیم و برای شما سلامتی و ایام شادی رو آرزو داریم.